سلام دوستان، میخوام امروز یک نوع گلدوزی را بودوزم و شما یاد بگیرین. اسمش زنجیر بافیه، آسان تر از یا سخنیه. یک گلی آسان میخوام بودوزم، شما میتونین که یاد بگیرین. در زودترین وقت یک دانه گل یا یک دستمال بودوزین برای خود. میخوام زنجیر بافی بودوزم برای شما با نخ رنگی. شما اگر پسندتان شد در ظرف یک دو ساعت شاید یک شاخه گل بیتانین بودوزین، یک دستمال قشنگ برای خود جور کنین، یا از این دختا برای دختای دیگه خود استفاده کنین. زنجیر بافی خیلی آسانه، ولی در دوری بعض چیزا خیلی خوب قشنگ معلوم میشه. دورای دستمالی، دوری روی جایی، دوری روی میزی، این چیزا خیلی خوبه، خوشگل میاین، خوشتیب میاین. من فعلا از رنگ سبز و جگری استفاده کردم، شما میتونین از دیگر رنگ های استفاده کنین. از رنگ های روشن شاید خوشتان آمد، یا از رنگ های تاریک خوشتان آمد، بستگی در پارچه هم داره که پارچه چی رنگ باشه، نقشم که برعکسش باشه که معلوم شه. باید این چیزا دوخته شده دورای کار ما. برای از این دوخت شما از نخهای دو رنگ استفاده نکنین، خوب نمیاین. برای زنجیر دوزی از نخ یک رنگ خوبه که سبز قرمز صورتی باشه، فقط از یک رنگ باشه. مثلا منظورم اینه که گلهایش از این بنفش باشه یا صورتی باشه، چوبکایش با برگایش سبز باشه. حالا دل خودتان اگر چوب شه قهوه‌ای کدین، برگایش سبز کدین، گلهایش یک رنگ دیگه که انتخاب کدین، ولی دو رنگ نباشه، مثل این واری نباشه دو رنگ. منظورم اینه که از نخهای چند رنگ استفاده بکنین برای گلش، مثلا بانجانی، صورتی یا سرخ استفاده کنین، برای بلگش سبز، برای چوبش هم اگر خواستی سبز یا قهوه‌ای. منظورم رنگی دو رنگ اینه که خود یک تا نخ دو رنگه، وقتی زنجیره میدوزین این خوب نمیایه، خوب معلوم نمیشه. بعض جایش سفیده، مثل پارچه ور سفیده، اصلا معلوم نمیشه. بعض جایش آبیه، آبیش معلوم میشه، اون موقع خوب معلوم نمیشه. برای زنجیره دوزی باید پارچهش اگه یک رنگ باشه، پارچهش که یک رنگ هسته، نقشم یک رنگ باشه خوبه. تو از چه رنگ استفاده میکنی؟ من میخوام از رنگ سبز برای چوبکایش و برگایش استفاده کنم. برای گلشم از این نخ جگری دوختم. شاید شما خوشتان بیه، مورد پسند شما قبول شه، شاید هم نه، باز شما از یک رنگ های دیگه استفاده کنید. میخوام شروع کنم، میخوام بدوزم، شما ببینید این مقدارش که دوختم که شما ببینین که قشنگ آمده. یک شاخه گلش ماندم که شما ببینین. من بودوزم نخ ما یک کمی باریکتره، اگر شما یک نخی زخمتر پیدا کنین که خوبتره. زیاد نخ خود نکشین که خوب قشنگ نمیایه، کمی سوس بانین، شول بانین. همین نخه در دوری سوزن میپیچانین اینطوری، زیاد نکشین. از همین جا که سوزن را در آوردیم دوباره از پالویش سوزن را دوباره میزنیم، اینطوری در میریم. این نخ در دوری از این پیچیده شده اینه که خطا نخوره از هم دیگه. سوزن خودم اگر یک اندازه بیزنین خوبه، کوچیک بزرگ زیاد نشه، خوب نمیشه.
سر سوزن خود سر نه سر خط در بیارین بکشین. سوزن خدا یک بار طرف چپ بدوزیم بزنیم پایین که سر زنجیره محکم شه. اگه دوباره این طرف بچرخانیم از اینجا سرش خطا میخوره طرف ایسون میایه اینجا که سوزن هسته. باید سوزن خدا طرف پایین بزنیم که سر زنجیره محکم شه. تا اینجا دوباره سوزن خدا از یک جایی در میاریم. یک کمی او گیر کده دیگه این دفعه دوباره با سوزن خست پالوی ما میدازیم نخ داده باش میپیچیم اینطوری. سوزن خو نخ کدوم دوباره حالا یک مقدار کم منده یه بزوزم این هم مثل از جگری واری همینطوری دوخته میشه همین چوبک دوخته میه این بالا دوباره سر سوزن را از بیرون زنجیره میزنیم پایین که زنجیره تکان نخوره سر جاش سرش کج نشه. از پالویش سر خط شروع میکنیم در دوختن بقیه از این گله. فرق نمیکنه نخ از این طرف در سوزن بپیچانی یا از این طرف هر طرف که قرینه میگه چی میگه هر طرف که مو دیدی که خوبه نخ نمیپیچه در یه چیز مو تو خوب دیگه دیگه فرق نمیکنه کس کدام طرفش در سوزن بیندازی.
خب دوستان گلای ما تمام شد. دوست داشتین که یک شاخه گل در گوشه دستمال میشه خوب بودوزی قشنگ معلوم میشه. اگه کلانتر درست کردین که برای میز یا یکان چیز دیگه کلانتر باید درست کنین. دوختن شما آسانتره. زودتر دوخته میشه. شاید دو سه ساعت طول بکشه یک شاخه گل میدوزینی زنجیره آسانه. فقط یک دور خطار سرایش زنجیره میکنین میدوزین دیگه تمام میشه. چند تا گل اگه داشتین که اینا رو مثل اینا وری خواستین سرش زنجیره کنین اینطوری. اگه نخواستین که پخته دوزی بودوزین داخلش پرشه هم قشنگ معلوم میشه. بلگایش چوبایش از اینا بودوزین. خواستین هم زنجیره بودوزین یا دو تاش زنجیره بودوزین یکش پخته دوزی بکنین که وسطش پرشه داخلش پرشه. یا ایناش هم همونطوری پخته دوزی بودوزین که داخلش پرشه سفید معلوم نشه. زنجیره بافی وقتی ما میدوزم یاد میتونم شماره دیگه بستگی در خلاقیت خودتان داره که چی درست کنین چطوری بودوزین از چی گلای استفاده کنین. من یه سه تا گل اینجا درست کردم برای که قشنگ شه از زنجیره دوزی استفاده کردم. از اینجا سه تا برگ اینجا دوختم سه تا اینجا سه تا کوک اینجا زدم زنجیره دوزی دوختم که اینا قشنگ شه. شما هم دیگه میتونین چیزای خود با زنجیره دوزی قشنگ تر کنین که بودوزین که خوب بیاین. خلاصه در همه جا میشه از این زنجیره دوزی استفاده کنی در همه جای. امیدوارم که خوش شما آمده باشه از این زنجیره دوزی. من شما هم استفاده بکنین دیگه. کانال ما یادتان نره. لایک کنین سبسکرایب کنین تا دفعه بعد که برای شما یکان چیز دیگه درست میکنم دیگه. خدا حافظ شما.